من زیاد مسئله با اونچه که اتفاق افتاده از سوی حکومت ندارم. حکومت لابد اعتماد به نفسش پایینه که مردم ایرکل میان آروم تو خیابونا حرف بزنن و شلوغ نمی کنن، دستشونم نه چوب هست و نه چما، فقط میان که باشن. روبرو شدن با مردمی که به این صورت ساده فقط میان که حضورشونو به هم برسونن و با هم باشن، به نظر من کلاه خود و زره و هلیکوپتر و مسلسل و گاز اشکا لازم نداره. جواب مردم میشه با حرف داد. ولی من با این قسمت قضیه زیاد کاری ندارم تو این آهنگ. مسئله من اینه که حمایت فکری و حمایت روحی بدم به اونایی که آمدن بیرون که حرفی بزنن، و ایشالله که بازم جرأت این کار داشته باشم، برای اینکه همه جای دنیا لااقل حرف میشه زد دیگه. بله. خب دوستی از بروجرد استاد قمشی به نام سیامک در ایمیل خودش میگوید که آیا میشه آهنگ رفیق رو یک نوع گذر سیاوش از کارهای اجتماعی به سمت کارهای معنادار سیاسی و معترضانه قلمداد کرد، یا فقط یک کار لحظه‌ای و مناسبتیه؟ لحظه‌ای نیست، قبلاً هم وجود داشته توی همین زمینه کارهای دیگه ای که بوده. بصورت کار اجتماعی، من با سیاست کاری ندارم، من با سیاست و سیاست مداران کاری ندارم، چون سیاست مداران کارشون سیاست مداریه، دروغ گفتن و مردمه. نه فقط در مورد ایران صحبت نمی کنم، به طور کلی همه جای دنیا این روزا اینجوریه. سیاست هم باشه برای سیاست مدار اونونه که سیاست دوست دارن، من فقط اجتماعی صحبت می کنم. من فقط معتقدم که تو دنیایی که به این آمریکایی که ما توش زندگی میکنیم میگن امپریالیست جهانخوار و آمریکای کثیف و آمریکای خونخوار و اینها، اقلا هر کسی هر جای این مملکت میتونه بیسته سر هر چهار راهی روی هر نیمکتی حرف بزنه. بله. حرفی که دلش میخواد بزنه، هر چی که هست و دلش که بزنه، و ظاهرا باش کاری ندارم، بعدم نمیان در خونش بگیرنش ببرنش. بعد مملکت ما با مرز پرگوهرش و با 7500 سال سابقه تاریخیش و فرهنگش و اینا حتی نمیشه ایستاد، نمیشه حرف زد، نمیشه درد دل کرد، و این اصلا قشنگ نیست. بله. خب استاد قمشی، بیشتر در مورد این ترانه صحبت میکنیم، یکی دوتا ایمیل دیگه هم هست. بر روی اینترنت ده ها ورژن ویدیو قرار گرفته بر روی این آهنگ، اما همه در انتظار ویدیوی رسمی هستن که شما و همکارانتونه عرضه بکنید. مثل اینکه همچنان باید در انتظار بود. بله؟ والا همچنان که فکر نمی کنم. من دوست خیلی خوبی داریم در لندن به اسم پژمان که آمد از لندن پرواز کرد آمد الی و لس آنجلس. ویدیو رو فوتیج هایی که میخواست گرفت، تصویر هایی هم که از من لازم داشت گرفت و رفت لندن که ادیتش کنه، و باید توی 3-4-5 روز آینده حاضر باشه و بلافاصله تا حاضر بشه خواهد بود روی biotu.com و سایت هایی که تو ایران دارن حمایت میکنن منو، بچه های وبلاگ ها و سایت هایی که دائما فیلتر میشن و بازم میشه یه جورایی آپلود کرد، و فکر میکنم دیگه بیشتر از یه هفته طول نکشه. بله. سینتسایزر همیشه خواهد بود. سینتسایزر برای موزیک دیجیتال ضبط کردن، سینتسایزر خیلی خیلی راحت و آسوده و تمیز کار انجام میده. اگر مفصل نمیخوام بگم مسئله رو، برای ضبط کردن 7 تا 8 تا 12 تا ساز زهی که باشه، ویولون و ویولا و اینها، خیلی مکافات زیاده دیگه. حتی استودیو هم آمادگی این کارا رو ندارن دیگه. قدیما استودیوها بزرگ بودن، جای دستگاه جاز داشتن، پیانو داشتن، ارکستری که بیاد بشینه سازهای زهی و بادی بزنه. الان دیگه حتی استودیوها اون فضا رو هم ندارن، برای اینکه همه چی دیجیتاله. بنابراین سینتسایز
ضبط کردن خیلی پرکتیکال تره، خیلی راحت تر کار انجام میده و به درد میخوره کار. سعی میکنم دارم ملودی هایی و فکر هایی که جور در میاد با ذهی زنده، با ارکستر زنده، و ایشالله که در کارهای بعدی که میکنم حتما استفاده خواهد شد. حالا کی نمیدونم، ولی استفاده خواهد. من فهم میکنم خورشید پشت ماست، یعنی رومون به سفید است، رومون به روشناییه. بله، این شعر پیش من بوده. من مطمئن نیستم که ترانه سرا در مورد برخوردها و درگیری های تهران و شهرستان های ننوشته. دقیقا نمیدونم چقدر دارمش، ولی میدونم که قبل از این حرفا بوده. من وقتی که رفتم سراغ شعرهایی که دارم توی پرونده کوچولویی دارم، دیدم که این چقدر وصف‌الحاله، حاله چقدر درد این روزا میخوره. حمایت فکری لازم هست برای جوانایی که میدونن که با دست خالی میان بیرون، و میدونن که اونهایی که روبروشون هستن دستاشون خالی نیست، بسیار پره، و باز هم میان. لازم دارن اینکه من بهشون بگم رفیق و بهشون خیلی احترام بذارم و خیلی دوستشون داشته باشم. خب آیا قمشی، تا کی باید طاقت بیارن این مردم به نظر شما؟ تا وقتی که آزادی رو که احتیاج دارن و حقشون هم هست بهشون بدن. بله. الناز ب در کامنت خودش در فیسبوک میگوید آقای قمشی، اگر بعد از انتخابات در ایران و در تهران بودید چه می کردید؟ همون کاری که همه بقیه کردن. اگر در تهران بودم همراه بقیه را می افتادم، حرفم رو می زدم و با حضور خودم می گفتم که ما راضی نیستیم و فشار زیاده رومون، به همین دلیل هم اومدیم بیرون و آزادی لازم داریم. حالا نسبی به هر صورت هر چقدر که میشه فعلا. داشتم باز به لیست نگاه میکردم، حدود 40 تا از کارهای شما بر اساس این لیستی که من دیدم نایابه. خودتون خبر دارین از نایاب بودن بعضی از کاراتون؟ کجا نایابه و چرا نایابه؟ من نمیدونم، یکی دو تاشو من براتون میخونم. آهنگای کمیاب در واقع، نایاب شبیم کمیاب. یکی عروسک شب یک، مثلا جزیره، عمر دو روزه، سایه، صدای قدیما و بسیاری آهنگای دیگه. و اینها توی آلبوم های من نیستن. من در تهران همون 32 سال پیش که قبل از انقلاب کار میکردم، تو خونه ضبط میکردم کارامو با پیانو یا با گیتار، و اونا رو مثل استودیو نبود کیفیتش، اما خب خوب بود، بد نبود، ضبط میکردم و داشتم. حدود 14-15 تا بودن وقتی که آمدم بیرون از تهران. این موند تو خونه ای که من زندگی میکردم. بله. به هر صورت دست به دست شد و کپی شد، و هرچی که هست از اینا تو دست مردم هست، اینا کپیایی که مردم به هم دیگه دادن، چون نواری به این صورت وجود نداشته. اونها تنیاب هم نیستن، خیلی ها دارن، من میشنوم که خیلی ها دارن. و یه دونه یه سایت هم هست که میدونم که این رو روش داره، این نواره رو که 14-15 تا آهنگ قدیمیه، خیلی قدیمیه. خب ولی نمیدونستم که نایابی کن.